عوض کنیم. من وسط حرفا اگه میزنیم یه چیزی میگم خب نه اون رو قبول بکنید، فقط اون لحظه میوت بشه بعدا تو ادیت. نمیخوام. نه میوت بشه دیگه. کافیه من کدوم کافیه منو خوردی؟ نه اون دیگه تو رو خدا. من لب زدم من میارم. من کافی اینجا بود. نه اونو من نخوردم. من اینو از اونجا برداشتم. حالا تو نیست برای تو یه نور. چقدر؟ یعنی این رفتاراتون واقعا زشت زننده داره. فرزاد احترامونو برداشت. تا زمانی کافی دهنی فرهادو نخورده باشیم اوکیه. سیف. ما سه تا. میگه چی؟ میگه داد زدیم. نگاه بر استیل گنگو. سلام. چقدر غریبه این نسبت به این ستینگ الان؟ چیه؟ اصلا غریبه نیست. ببین من که اصلا ذهنی انگار اینجا نیستم. ای بابا. نه ای اول سوال چیز اولی گفتی. تصویر این وسط چرا تو مانیتور من کوچیکه قدیم بزرگ بود؟ قبلا چیز بود. پهن‌تر متوازی لازلا. بود. خیلی قبلا هوریزونتال بود الان ورتیکاله. به خاطر اینکه ابعادشو اگه اینطوری بذاری میتونی از جی پی یو استفاده بکنی، ولی اونور سی پی یو. آره اونور باید سی پی یو استفاده کنی. 1920 وقتی ضرب در 3 میکنی اون عدده خیلی بزرگتر چیزی میشه که جی پی یو میتونه کاورش بکنه. چه شروعی بود. ولی موقعی که برعکسش میکنی 1080 وقتی ضرب در 3 میکنی میشه 3420 یا چیزی. یه ماژ حساب یعنی. اینکه بس اعداده. ولی تو اینا رو این بازی افتاده نگاه کن. اینا چیزه، اینا تکنیکای تکنیکالیتیز بدبختیایی که ما کشیدیم توی مثلا 2-3 سال گذشته و الان تازه میفهمیم که دنیا راست کیه. این که نیازی نیست. نه آه اوکی. حالا بذار باشه. چاش منو بخواد بکنه. نه فکر کنم یکی نداره این برا داشت سفر. نه همه دارن. چه خبر؟ سلام. چرا معذبی؟ نه معذبی سیزن هم اینجا جای ما نیست. نه وسط سیزن دیدید ما هم دیگر که آخر هفته میبینیم یه هوی انرژی زیادی بینمون جاریه و کلی حرف داریم. نه زیاد. چرا خیلی وقت الان اینجوری نیست اصلا. نه حرفی داشتیم آخه مومنتومه مشتاق دیدن هم بودیم زیاد. حالا خیلی نه من مثل فرهاد اومد من جوره. دیدی اسم تو چی اسپل کرده یارو روی کافیا؟ خیلی اسم عجیبیه. کاربو. کارواو قبول میکنن ازشون. عجیبه پذیرا نیستم من. اشکال نداره. چه خبر؟ سلامتی. خوبی خوشی سلامتی. از در روزهای گرم تابستانی ونکوور چیکار میکنی؟ تو که زیاد احساس نمیکنی فکر کنم به خاطر اینکه کولر بالاخره بله پارسال کولر گرفتم. بعد درست حالا که خوب شد پارسال گرم بود. کولر شخص سالس داری. خونه رو جواب میده کولره یا مثلا فقط یه قسمت سالون رو؟ سالون جواب میده. اتاق خوابم خوب میشه یعنی خنک نیست ولی عرقم نمیکنی. بعد اون روزنه شو از پنجره دیگه. بله هنوز بالاش بازه. بله خب این خب چرا یعنی پس چرا از تو بعیده ها میدونی کارو؟ اصلا از من بعیده. دقیقاً تیپیکال منه. تیپیکال کار چون بخاطر اینکه یک هفته در سال استفاده میشه اصلا نمیارزه من برم اینو اصولی اون یه زنگ بزنم پدر و مادر. یک ماهی از هوا گرمه. نه من روشن نمیکنم اصلا. آها خب البته دوست داره هوای گرم. من اجادم نباشم. من با گرما تا حد خوبی اوکی ام. فقط اون یه هفته رو نمیشد. نجات پرستی اینطوری نجات ستیزی. بعد آخه اون تیکه رو که نیبندی خیلی باد داغ نمیزنه تو پردر میکشی و سعی میکنی بهش فکر نکنن. تو چه خبر؟ سعی من منو سلامتی خبر خاصی نبود. اشغال کردی تو زندگی؟ خیلی فقط سر و سر اشغال. فقط سر کاردیان خیلی تو سر چلوغه اصلا نمیشه پیدات کرد. ما آخرین باری که من دیدمت کی بوده؟ نه میگه سر شروع میام علیکی امروز تو. نه جدی میگم. نه آخه مگه اینکه بریم سر کار ببینیمش یعنی جور دیگه ای نمیشه. مغازه منم تنها دلیلی که واقعا میرم سمت مغازه چون موتور فقط اونوری میتونم برم دیگه. میرم این سری هم به این بنده خدا میذارم استاپ همه پیت استاپ همه میرم اونجا کافیمو میخورم دستشویمو میرم. نه ایمان کافیشو خودش هم میگیره برای ادامه سفر کافیشو خودش میگیره. یه تشکری بکنیم از Been Around the World. امروز کافی رو به ما مجانی دادن دوستان همسایه. چه عاشق چه شبرتون بودن؟ یکی از فنا اونجا بودن. چقدر زایی میشه عرق سرد نشستش. نه یکی از دوستان گل اونجا بودن و شناختن و خودشون حساب کردن حتی یعنی خود Been Around the World هم نداد خود خانم نسا نسا
ایشون هم مشتری بودن؟ نه ایشون کار میکردن اونجا. آره. فکر کنم منم هم اصری دیدم. آره چیزی نه. خب نه کومانو میشناسن خود کس نمیشناسن. آره. نه من که حالا فرضت من یه خوابی دیدم یا ماسه خوابای کارون چیزه. تو با کوروش یه چنل جدید زدید ماشین و اینا داشتید میشستید، نمیدونم چرا فرهاد نبود تو بودی. شما تکستایی شما رو بهم اشتباهی میدم احتمالا تو خوابم هم خواب. بله بله تکستایی غلط میدید. آره شما چه خبر؟ درگیر اعصاب کشی. آره. این بر اونور الان تو هم خیلی سر شلوغه یه حالت. فقط بیکارتون منم نمیدونم. نه الان به تو هم میرسه. منم شاید هم شروع باشه نمیدونم. آره ما یه اعصاب کشی داشتیم، بعد به خاطر اینکه خونه کوچیک بود تو ذهن هم همیشه اینطوری بود که ما چیز زیادی نداریم مثلا پندل میشه و اینا. بعد روز اعصاب کشی همه بچه هم واقعا اعلام آمادگی کرده بودن و اینا، ما گفتیم نه حالا فعلا خوبه، من ایمان اگه بیاد ولی یه کمکی بده حله. ولی روز اسباب کشی دیدیم وای من خیلی کار بود. صبحش و ساعت 7 فرودگاه می بودم، بعد آره 7 پرواز پدرم نشد بعد می رفتیم پیکاپشو می کردیم. بعد موقعی که اومد خب شبش که می دونید نمی خوابم تا مثلا 3 و 4 من دارم برای شما می فرستم توی اینستاگرام. شبش خونت بودیم نه؟ نه آها اون شب قبلش فکر کنم. بعد چی؟ چرا؟ آره فکر کنم شب قبلش. فرداش من داشتم میرفتم فرودگاه. آره 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 مطمئنین؟ آره حتی به فرهاد نگفته بودیم ببخشید دیگه شما رو. آره زیاد. آره نه همون شب بعد رفتم چیز رفتم فرودگاه، برگشتم پس اوت کردم واقعا. بعد او نرفتی کمان؟ بیدار شدم دیدم که مثلا 1 ساعت قبلش گفته آقا هر موقع میتونی بیا. بعد به زنگ زدم خدا رو شکر انجام نشده بود کاره، یعنی کارهای دیگری کرده بودن تا اون موقع. ولی تو یه هفته یه ترولی توی چیز داشتید شما تو پارکینگ گوشه اون قرمز رو گذاشته بودید. میگفتی من میمادم یه چیز بود دیگه، ولی حالا دوباره زحمت رو میدیم. آره شما در خود پارت دو. بعد الان راضی از خونه؟ بله خدا شکر. گرنب از آز گرمایی دارم میپرسم بیشتر. شانسی که ما آوردیم مثلا یه روز بعد اینکه موو کرده بودیم هوا بارون اومد و ما بخاری روشن کردیم تو اون خونه، اینقدر سرده خیلی اونجا سرد شد. ولی خوبه گرم بشه هندونه زیاد میخورید و هندونه نداشتیم این چند هفته، واسه همین امروز من یه دونه بزرگ. آره برای بچه‌هایی که دارن صوتی گوش میدن، ما روی میزمون یه ظرف هندونه است، خیلی هم بد و کج و کوله این آقا شد نمیدونم چرا. چاقو بیارم نشون بدم؟ آقا خیار بود. مسابقه بذاریم کی میتونه بهتر قاط کنه. خدا وگیری چاقو سخت. یه هندونه خیلی بزرگ، یعنی شاید واقعا اندازه تنه یه انسان هندونه گرفته. صدام زیاده؟ گوشی منو کم کنید. من گوشی تو 4 به نور صدا کم میشه. 1 2 3 الان چطوره؟ بهتره. میدونی که چی شد که این تصمیم گرفتم این یک هندونه رو بخرم؟ بفرمایید که مهتابم خیلی میپرسید چرا اینو برداشتی. خب بگو. گفتم خب قیمت اینا که نوشته مثلا $13 $15 دونه ایه. آها دونه ها کیلویی نیست. منم که عاشق هندونه ام. نه منم که عاشق هندونه ام، پس دو تا فاکتوره که دیگه به من میگه آقا بزرگترین رو بخر. و همیشه همینه دیگه، همیشه برید برای بزرگترین. تا کمر خم شده. دیگه مهم نیست خیلی. سایز من اجازه بده قبول نکنم ازت. اگه این الان کوچیک بود انقدر درمادش حرف می‌زد. به هندونه اشاره کردن خیلی شیرین بود ما همچنان راجبش صحبت میکردم دیگه، ولی یه هندونه خیلی بزرگی که شیرین نباشه رو بیاری ولی باز از بزرگی شرط میزنی اول. نه ببین تو موقع که میبینی هندونه سایز نیست شیرینیه، ولی تو مثلا وقت بین دوتا هندونه اگه یکی مثلا خیلی کوچولو باشه از پرتقال و یکی بزرگتر باشه تو کدومو برمیداری؟ در نگاه اول درسته ولی نه من میگم بخری بیاری خونه. حالا هندونه کوچیک شیرین باشه، هندونه بزرگ شیرین نباشه. 5 سال بعد راجبه هندونه کوچیک شیرین بستگی داره. آخه باید حداقل انقدر بزرگ باشه که سیرت کنه، یعنی بفهمی که خوردیش. از خیلی شیرین باشه میفهمی. نه نه ولی راجبه بزرگیش و کم آبیش هم حرف میزنی.
مثلا میگی این کوچولو اینقدر خوب بود. خب همینو میگم دیگه، میگم کوچیک و شیرین خیلی مهمتر از ما نظرمون یکی اینا نظرشون فرق. نه نه, نه منم میتونم قبول کنم ولی باید یه مینیمم یه دیگه باید داشته باشه احساس، یعنی از پرتغال باشه. خب من احساس میکنم نظر بقیه هم بپرسید. آره برامون کامنت کنید ببینیم نظر شما چیه. هندونه کوچیک خیلی شیرین یا بزرگی که شیرین نیست؟ الان میدونم از این چی میخوام. مثلا این چیزا هستن، تی وی شو هستن، میره سگمنت بعدی بعضی داره دیری دیری دین دین داست سایز مره. آره اگه میلا جون قرونه دستت اگه تونستی یه دونه سایز داره سوال رو زیر نویس کنید. تو ایران هم همین چیز بود دیگه، میگفتن به سامانه فلان فلان. آره به سامانه تلگرامی اون میتونید پیامک بفرستید. ما اونجا یه دونه مسابقه تلگرامی هم داریم برای دوستان. خیلی عالی، بریم سر اپیزودمون. تو چه خبر؟ خودت چه خبر؟ اپیزود که نه همش همینه، همش همینه. یه اینترو باید بزنم من به هر حال نظرم نمیشه. منم بعد نیستم دیگه، منم خیلی درگیرم، درگیر کومان خب خیلی جدی شده. الان داریم کارهای مسابقه فرمند رو انجام میدیم. این مسابقه فرمند رو ما میتونیم توش هر کسی میتونه شرکت کنه. آره هر تاسیس من نیست ولی خب میتونی شرکت کنی. هر که برید توی اینستاگرام فرمند اگه فالو کنید و یه نفر رو تگ کنید فکر کنم وارد چیز میشید. آره آره داریم اونا رو انجام میدیم. بعد دیگه ویدیوهای کوما رو داریم انجام میدیم. مدت کروشینا مسافرت بودن، عقب افتادیم، داریم در واقع آینده نگری میکنیم، یه مدت بیافتیم جلو. از اون برم فشار کار و یوتیوب خودم و موتور سواری و جیم و فوتبال و فوتبال میری؟ آره الان یه دو سه هفته است. همون بابل. آره باحاله. نمیای؟ نمیتونم. آها تو در مورد پارگیت صحبت کن. میخوای بریم بذاریم تو اپیزود در مورد خب تو قبل اینکه بریم من این فرماندار سالی رو بگو بگو عزیزم. دست من نیست به قول. نه نه میدونم، میخوام شیوه شب یه نفر رو باید تگ بکنیم، فالوشون کنید و یه نفر رو تگ. اگه چند نفر رو تگ کنیم انتریمون چند بار میشه؟ فکر میکنم شاید سوال خیلی هم باشه. من راضی الان فقط فالوشون کنید یکی رو تگ کنید. آره یه انتری PS4 کلی ست تا فکر کنم جایزه است. PS5 چند کلی هدست کیبورد و دست پلی استیشن. ما یه ماوس میخوایم میشه در بیاریم از فکر کنم هست، ماوس و کیبورد هم هست، از ایران تیشرت نمیشتن. بعد از این پک های فرمنده برای حالا یکی رو بفرستین تو ایران. آره من رفتم ایران برای تو میارم دیگه تیشرت پک های فرمنده و و و خلاصه این چنانیست. بریم. خیلی آکوردم. سلام، اینجا خودکست، یه پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، یکی از میزبانهای این برنامه. در کنار من کارون، فرهاد و فرزاد نشستن. سلام سلام سلام. این اپیزودمون عدد نداره، اسپیشل اپیزود بین دو نیمه است، در واقع بین دو تا فصلمونه. ما قول داده بودیم که خیلی اکتیو باشیم هفته سرم واقعا یعنی خجالت میکشم دیگه بگم، یعنی واقعا عرق سرد و اینا میشینه رو بدنم به جای اینکه یه ذره احترام بذارید. آره واقعا زشته، واقعا زشته. ولی خدا وکیلی دمشون گرم. من قبل اینکه میدونم ایزی میخوای بگی، خیلی من مسیج و اینا گرفته بودم. نه آخه تو از عقب یهو اینو گرفتی اومدی جلو، گفتم الان منتظر من جملم تموم شد. خیلی دوست دارم یه حرفی بزنم که خیلی مرتبطه به اون بحث و همه مثلا تحت تاثیر قرار بگیرن ولی دیشب نمیادونم. میگم خیلی ها من پیام گرفته بودم روی توییتر و حالا اینستاگرام و اینا، میپرسن که خودکست کی شروع میشه و منتظر بودن. شرمنده. واقعیتش اینه که اول بچه‌ها مسافرت بودن، بعد نه یعنی منظورم بچه فرهاد و فرزاد فکر کنم مسافرت بودن،
بعد یه سری از در واقع خانواده هامون اومده بودن اینجا، هم خانواده من هم خانواده کارون اومده بودن اینجا، دیگه خیلی درگیر بودیم، هنوز هم هستن خانواده ها، برای همین هنوز به صورت بعد من دارم میرم مسافرت یه چند وقت دیگه، به صورت آفیشال و رسمی نمیتونیم شروعش بکنیم هنوز، به خاطر که نمیخوایم بعد قول بشیم، ولی گفتیم که خالی از لطف نیست که دور هم جمع بشیم صحبت کنیم. خلاص دمتون گرم، مرسی که پیگیری میکنید جونم. آره نه میگفتم به این بهونه در آره. دور هم جمع بشیم. آره خوبی؟ هیچی نداری بگی فقط من بچرخونم دیگه اینجا. سلطان شروع ضبط گفتم که به نظر میاد امروز انرژی نداریم. نه چرا؟ من نمیدونم چرا انرژیم خیلی یهو رفت بالا، من واقعا انرژی نداشتم، ولی یهو مثلا یه شور هنوز نخوردم. میگن آدما وایب همدیگه رو میگیرن. بزرگی شد که دیدی. الان خب یعنی کی وایب کی گرفته؟ شما همه شما وایب فرهاد گرفتی. آ ایشون خودش سومون بک نشسته داره با ناخوناش برمیره. نکن بی تربیت. ایشون صبح اومده انرژی گرفته جانم. خوشمان صبح اومده میگرفته انرژی. این مدت چی کارا کردین؟ خیلی با گرما از همه در مورد گرما اینجا صحبت میکرد. دو تا چیز، اول در مورد گرما بیا صحبت کنیم، بعد در مورد کرایم ریت ونکوور میخواییم صحبت کنیم چقدر زیاد. رفته بالا درصد جرم و جنایت در ونکوور خیلی عجیب رفته بالا، ملت یا رو هم دیگه چاقو میکشن وسط خیابون مثلا میزنن هم دیگه رو، محسنا رو هول میدن تو در دیوار، هوملس ها رو میکشن اصلا تو لنگلی دیگه. یه بابایی از زندان فرار کرد، سه نفر رو کشت، مثل اینکه خیلی داستان شده ونکوور واقعا داره ناامن میشه. مگه نگرفتیم اون چیز رو؟ من اینجا یه سیستم امرجنسی است که شما در هر شرایطی موبایلتون دو نات دیسترب چه هم سایلنت هر چی باشه، مثلا دولت میتونه براتون یه نوتیفیکیشن امرجنسی بفرسته و تلفنتون مثلا آژیر پلیس، صدای آژیر پلیس میده. نه سایلنت باشه صدا نمیده. چرا؟ چرا؟ چرا صدا میده؟ حالا بهت میگم چرا. من گوشیم رو دو نات دیسترب بود. آره خب. و داشتم رو موتور بودم، یهو تو توی هلمت ما شیشه صبح بود. نه 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 این بعد از صبح. نه نه یعنی اولیش صبح. آره اولیش صبح زد. اولیش کای نه اینو من روی موتور بودم. آها شاید وایپ آلارمه میتونه فایپ. اولیه فکر کنم چیز بود اون که شیشه صبح بود بی صدا بود، بعد دو تا پشت سر هم زدن که یکیش بود که آلارم داد که آقا همه الرت باشین که مثلا طرف در رفته و ما داریم دنبالش میگردیم، دومیش این بود که گرفتنش. آره آخریش گفت آره. گرفتنش. من رو موتور بودم و اینا، بعد داشتم آروم بر خودم یه آهنگ خلصم گذاشته بودم و داشتم میرفتم، یه هو شروع کرد آژیر زدن تو گوشیم. ببین ترسیده بودم واقعا رو موتور. آره همین. با گرما چطورید؟ من که خوبم، همون یه هفته فقط گرم بود، الان دوباره خوب شده، ولی فکر کنم یه چند روز دیگه قراره دوباره گرم شه. گرم شه به گرمای سال پیش نرسید. نه آخه من خیلی... نمیتونم درست بگم، چون سال پیش من کولر نداشتم، واقعا داشتم میمردم. نه اصلا عددی دارم میگم، یعنی اینجا ماکسیمم به البته 31 رسید. پارسال چقدر بود؟ رو ماشین اون دفعه دیدم 48 زده بود تو آفتاب. ماشین 48 تو آفتاب خیلی زیاد، ولی کلا دیر گرم شد این تابستون. اصلا گرم، آره خیلی دیر گرم شد واقعیتش، یعنی بارون داشتین دیگه. معنی که خیلی دوست داشتم موتور سواری واقعا نمیشد، یعنی یه 3 ساعت اون وسط بارون نمی اومد، بعد میرفتی کارو جمع میکردی. ولی همش نق میزنیم دیگه در کل. آره اینو قبول دارم، قبلش که همه. آفتاب نمیشد همی گفتیم آره آفتاب فلان بیسار، بعد آفتاب شد خیلی گرم شد همه جا، همه قاطی کرده بودن وای چقدر تابستون گرمی داره اونا. ولی اگه کولر باشه زیاد دیدم آدم ها در موردش صحبت نمی کنند. من این سلمونی که میرم مثلا یه ماه پیش که شاید دو هفته پیش که خیلی گرم شده بود و اینا کولر نداشتن، بعد رفتیم تمام مدت داشتیم در مورد گرمای هوا نق میزدیم و فلان و بیسار، بعد این هفته که رفتم اینا کولر گذاشته بودن، یک کلمه در مورد هوا صحبت نشد، یعنی دیگه نورمال شد. من رفتم سلمونی داشتیم راجع به هفته بعد صحبت میام که قرار گرم شه. دیدی چون با این آدم هایی که دورن ازت تو حرف نداری بزنی. آره راستیه، گرما خیابون یادم باشه در مورد سرمونه به تو این چیز به مودت هم هست. من شده مثلا رفتم کل مدت با یارو گفتیم خندیم یه رفتم رفتم اصلا هیچی به هیچی. تو تایپت فرق داره، تو میتونی یه زمانی مثلا با اون بگی بخندی. آره هر بار میریم همین هوا و گرما و
آخر هفته چیکار کردی؟ من آخر هفته قبل چیکار کردی؟ حالا خوبیش اینه که این کسی که من میرم پیشش خیلی فعاله. یعنی مثلا هر ویکند میرن یه جایی با ماشین میمونن. بعد واقعا چیز داره. نه خود زندگی از بعضیا. لوف لایف ها. نه حسادت نه قبطه حسادت حرف میگه فرق حسودی و قبطه بزرگ مگه نه بله. اسمشون چی بود این آقای کنی کنی هر هفته میره یه جا بعد واقعا صحبت داریم با هم دیگه بکنیم و من خیلی راضیم. یه دفعه این ایشون یه کووید گرفت من رفته بودم پیشش بعد شبش به من مسیج زد که آقا من کووید گرفتم با مثلا تا دو هفته بعدش داشتیم در مورد کووید صحبت میکردیم و چه به ما گذشت و الان دیگه هیچ کی براش مهم خیلی نیست. خیلی زیاد بکنم سالمونی میری من هفته یه بار میرم یه سوال چی؟ هفته یه بار اون دیگه چی بود؟ میرم دیگه هفته یه بار میرم نه آخه میدونی یعنی بچه چرا هفته یه بار میری؟ برای ریشان میرم آم پس مواتو نمیزنی؟ نه از هم موهات خب اگه موهاشو میذارید که یه هفته یه نه من اگه سوالو دارم چیکار با موهات چیکار میکنه مثلا نه چی میکنه موهامو خیلی کم مثلا هر دو ماه یه بار یه ذره ولی بیشتر برای ریشا میرم دیگه چقدر میدی برای وارد 15 18 دلار یه چیزی نه تو به آره نه به هر حال ببین تو هر دفعه که سلام میبینی شما چقدر میدین مثلا 50-60 دلاره اینجا من سی تا چه با افتخار من سی تا میدم اینجا دیگه مثلا ماهی یه بار اونو میری اینم تقریبا همونه دیگه آره خب تو ماهاتو نمیزنی بعد از اینجا دیگه خاطرشو براتون گفتم من یه بابایی بود اسمش لیوه بعد تمام یه 3-4 چیز داره 3-4 شعبه چی اسمش ستایل لابز نمیم دیدین یا نه مثلا سلمونیای خیلی شیک و مثلا های اند و اینا 3-4 شعبه داره همش برای این یاروه و خودش هم مو کوتاه میکنه طرف اونجا مثلا خفن و اینا بعد از یه ماه قبل باش وقت بگیری اگه میخوای بری و فلان اینا آقا من وقت گرفته بودم و اوایلی بود که موهامو بلند کرده بودم تازه مثلا میتونستم ببندمش بعد رفتم پیشش و اینا بهم گفت خب میخوای چیکار کنی یه عکس بهش نشون دادم یارو موهاشو بسته بود بهم گفت پاشو برو گفتم چرا گفت بذار بلند شی دیگه من چیو بذارم الان واقعا بیرونم که هیچ کاری نکرد گفت برو آره واقعا پولم نگرفت و جالب بود که ولی پیش سرمونی های دیگه قبلش رفته بودم همه یه کوتاهو کردن آره گفت بذار دقیقا مرتبش کنم یارو اصلا نه به این دست بزنی موات اصلا به اونجا نرسیده که بخوای و تو بعد دیگه رفتی بازم نه گفت برو 6 ماه دیگه بیا 6 ماه دیگه آره. 6 ماه شد نه یه سال شده نرفتی دیگه نه دیگه یکی دیگه مخش شد دیگه یه آقایی هست تو دانتان اسمش فرزاد باربر شاپ یه همچین چیزیه شنیدم یه پولشن ریشی داره و فقط تخصص ریشه او پس نه نشیدم پس نه نشیدم خیلی باحاله وایس ببینم فکر کنم میشناسم موتورم داره کجاست نمیدونم موتور داره یا نه ولی کجاست؟ یه دفعه یه قبلا که من خیلی استریم میکردم یه آقای اومد گفتش که من خودم چیزم باربرم تو ونکوور و اینا تخصصم ریش بیا پیش من احتمالاً اصلا یادم رفت آره یه همچین کسی اومد به من مسیج زد همون نزدیک رستوران و ایناست شما یه رستوران هست خودش هم ریش داشت باری که الله آره ولی حالا من با این طرف آره. خیلی مینی تنها یعنی تنها که نه یکی از خوبیای خیلی بزرگی که این یورو داره اینه که آن تایم یعنی مثلا بگی 4 از 10 دقیقه به 4 منتظرت وای میسته تا مثلا برسی آره مگه دادش من شده 2 ساعت نشستم نه خارجی دیگه. نه خارجی نه ولی آره. داخلی 2 ساعت نشستم به من میگفتن باشه جارو بزن یعنی نه خارجی هم. همیشه آن تایم سر شستی یه بار آره سر شستم یه بار خب دیگه فکر کنم بچه‌ها هیچ صحبتی ندارم بکنن منم دیگه واقعا تموم شدم بذارت میگم بگید ببینم 23 دقیقه رو چرخوندی آره خدا اگه بیشتر از این دیگه واقعا نمیتونم از جون شاتر آیلند چطور بود تو از کجا میدی رفتی توی اکانتش دیدی که چیا رو داره نگاه میکنه عکسش فرستادم براتون یه عکس فرستاد که چقدر تحقیرآمیز بود تکست اونو که دیدم میخواستم سری آخر فیلمو برات بنویسم بفرستم تو گروه زجر میکشیدم یه کارو آدم عجیبی فیلم بالی بود آره من چیز
اون روز اومدم برم نتفلیکس، میدونی که ما اکانت اون یکی و او نتفلیکس بود یا چی؟ نتفلیکس. او من فکرم کریوه. نه نه نتفلیکس بود. من اومدم بزدم چیز شد باز نشد، گفتش که 4 نفر همزمان دارن میبینن. بعد نوشته بود ایمان داره چی چی مومبای هتل مومبای، آره فرزاد داره اینا میبینه، از همه چی جذابتر، نه دلسوزانه تر، نه سوزناکتر شرایط فرهاد بود. نوشته بود روی براوزر داره استرنجر ثینگز میبینه. با حالی که چرا براوزر بده؟ یعنی با لپتاپ؟ نه خب راست میگه، آخه من تقریبا 4 ماه تلویزیون ندیدم، هر وقت من خونه تو مثلا گوشه ای افتاده دقیقاً بود دقیقاً. آخه من هر موقع مثلا میرم تو تخت بود فقط زیر نویس رو میدید نه دیگه کامپیوتر. من هر موقع میرم تو تخت کامپیوتر مو میبرم. خیلی شرط محقری بود، خیلی محقر، یعنی گفتی واقعا نوشته براوزر آخه استرنجر اونم رو براوزر گفتم. چرا برش داشتی؟ آفتاب می اومد رو هندونه به احترامی بود. فرهاد آفتاب به احترامی نیست؟ داره کمرم حال میاد، قربونت برم. خدا رو شکر. البته اینا رو نباید توی خودکست بگید. چرا؟ یه از قرونه دارم اجازه کنم قشنگ یادتون هفته سیزن قبلو چی گفتم؟ چیزایی که گفتیم کلا دلش همه ده دقیقه پیشش نه چیزو خواهد نگاریم. سیزن قبلو چی کار داری؟ ما هر سیزن هارتر میشیم احساس کنم، یعنی مثلا یه دو تا سیزن دیگه بیایم با درستش هم نه راحت تر راحت باشید بکشیم پایین بشینیم. نه ما جلو هم که نمیشیم پایین، ولی راحت بشینیم اینجا. حتی یه دیالوگی ما یه جایی داشتیم یادتون باشه، فراتون شلوار نداشتن اینجوری لحاف کشیده بودن روشون رو لحاف، سه نفری داشتیم صحبت میکنن یادتونه؟ نه ولی نمیخوام زیاد یادم بیاد. هفتمون به هفتمون به یه همه اتفاقی ولی... تو هفتمون به یه کسی یه کامنت باحالی گذاشته گفت اینا یه سفر رفتن هفتمون به از 6 ماه دارن در اونش خاطر رو تعریف میکنن. یه سربازیش سپهر دیگه عمیق بود، دیگه عمیق بود، خیلی ژرف و عمیق بود. واسه کانتنت ساختن رفتیم سفر اصلا. آره خدا رو شکر کانتنتمون هم ساختیم. دیروز بگم از دیروزم بگو، از دیروز پیروز داشتم دو ماه میتونی بگی. فقط مشغول کار و اینا، مشغول کار و شخمم یه چیز یه چیزی داریم. آره آره یه چیزی. بعد ما دوتا بلیت بازی فوتبال وایت کپس و دیشب بازی بود، آره به همون داده بودن خدا رو شد. آره قدیمی بلیت ها رو میدادی به ما، چی شد فوتبالی شدی؟ خب دارم میگم دیگه، انقدر هیچ کاری نکرده بودیم گفتیم واقعا بریم از این موقعیت استفاده بکنیم و یه بیرون و یه عشق حالی. بعد رفتیم ماشین رو گذاشتیم توی کاسکو لول دوش. آره. لول دو مال ایونته. بله. بعد پرداختم کردیم و اومدیم و اینا. بعد بازی داشت به آخرای نیمه اول که میرسید، من دیدم که داره تمام میشه اون مهلت پارکینگ و رفتم سراغ اپ که پرداخت بکنم، دیدم باید یه مبلغ عجیب غریبی بدم واسه اون مثلا یک سال. مبلغشو بگو. خواهش 42 دلار. من رو 150 اینا داشتم. خیلی عجیب غریب نیست برای پارکینگ تو داون تاون. این عددی که میگی ممکنه مثلا تبدیلش نکنید به پول اینجا، مثلا 42 دلار میشه 42000 تومان فرض کنید. ولی برای پارکینگ یک ساعت واسه اون نه یک ساعت، نه برای که وسط نیمه نشسته باشی دو تا مثلا بیرم زده باشی نه نه، وقتی که ایونت باشه سر گردن فکر کن ایونت نزدیک استادیوم. آره همه اینا مثلا فلت ریت میکنن فلت ریت مثلا روزی 30 دلار. خب گوش بدید، من چند داده بودم واسه دو ساعت قبلش؟ 2 دلار داده بودم. 2 دلار پول کاسکو رو تو داده بودی. اونجا وایساده بود مامور این پارک، گفت همین آپشن رو باید بزنی. گفتم دارم میرم تو چیز اون جریمم نکنی، گفت نه همین آپشن 2 دلار. خب بعد 2 ساعت تموم شده بود. آره ولی فوتبال 2 ساعت تموم میشه، تو چجوری؟ خب نه دیگه باز قبل هفت شروع بشه ولی قبلش بچه ها چون خیلی نرفته بودن بیرون از 3 اونجا بودن. نه دیگه بلیت زده بود 7، ما 7 ما 6 و 45 اونجا بودیم. خب دیگه پس 8 و 45 یعنی باید کار میکرده اون پارکینگه. خب گوش بده دیگه، بازی 7 و 45 شروع شد، انقدر موسیقی و رژه و مصاحبه و آره دیر شروع شد. خیلی بازی هاشون خوبه دیره به شروع. آره بعد بازی خیلی ملو بادم میشه. آره ملو بود و یه گلم خورد وایت کپس و اینا. بعد دیگه من همین روزی هم به فرنش گفتم که پاشو بریم، هر اتفاق مهمی باید بیفته تو نیمه اول میفته، یه بقیهش مهم نیست.
قشنگ معلوم فوتبال رو با هیچ چیز جمله نگفت. بلیتو بهتون مجانی داده بودن. آها برای همین اگه پول بلیتو داده بودی تا تهش میشستی. خودم میرفتم مسابقه میکردم. چی فکر کردی؟ بعد آقا اومدیم بیرون و اینا، بعد رفتیم نتایج بازی دیدیم، دیدیم 2-1 برده وایت کپس. ولی خیلی باحاله، یعنی واقعا تونستی تو بری یه نیمه فوتبال رو ببینی و بیای بیرون به خاطر ماشینت؟ نه کار دیگه داره. آره بهت میگم $2. آره دیگه به خاطر پارکینگ مکسس نمیکرد واسم. من میخواستم اون ایونت رو خیلی صفر از یکی از بهترین خاطراتی که دارم این بود که توی ونکوور فرزهاد دو تا بلیت اضافه وایت کپس داشت، یه دور داد من رفتم و خیلی حال داد. نه به خاطر بازیش، چون بازیش واقعا افتضاح بود، خاطر محیط و محیط و حجم بیه. اگه دارید جمعون بدید ما آل کنیم. ما اینقدر نشستیم اونجا، آخرش مسئولین ورزشگاه گفتن برید توی کل ورزشگاه، فقط ما نشستیم. نه جدی صدا زدن از تو چمن، هیچ کم بالا کسی از چمن. الان من یه مدت خیلی با سپر چیز کردم، رفتم اومدم میگم اگه سپر اینجا بود میگفت جان سومی میرن و بیرونشون، باید بیرونشون کنن. ولی شروع نمیدونم تو کی رفتی، تو کووید بود رفتی؟ آره. این شروع هیاهوی قبل رو نداشت، یعنی خب من قبلا هم رفته بودم، اون لذت هم برده بودم از این... گرمه و شرجی بودم. آره این اون لذت رو نداشت. یه مورد اول دیده دوم نه، یه مورد دیگه هم که بود که من از دقیقه 20 به بعد اصلا نمی بازی زیاده میتونستم ببینم، این پروژکتورهای بالا به صورت عجیبی روشن بود، من این همش اینطوری می دیدم. این سری ببین یه کاری کن، بازی حذفی اینا رو هیچ وقت نرو. چرا؟ چون که بری بعدش میتونه مثلا یه کلی دیگه هم آره نیم ساعت دیگه هم بهش اضافه میشه، بعد هم میره ضیافت های پنالتی. آقا اگه هندونه میخواید بیارم. نه دست در نکنه بیارم چیکار کنیم؟ حرف که نزنیم. آها نه بابا داریم حرف میزنیم، چی حرف نزنیم. دلیل دیگهش که اومدیم این بود که اینجا الان هوا که خوب شده و اینا، لب ساحل های مرکز شهر دانتان عصرا که میشه یه سری دوره هم جمع میشن و من دارم میخواد هندونه رو حرف بزن، دوره هم جمع میشن و آهنگ میزنن میرقصن، مثلا از ملیت های مختلف میان. آره درام سرکل ها درام میزنن. دیشب بود. آره دیشب بعد آره فرش گفتم بیا بریم اینجا، مثلا حالا که ما امشب و دیگه بیرونیم و داریم میگردیم و اینا، بریم این لب این ساحل هم ببینیم که همه از اونجا هم پارکینگش پایین پارکینگ بود و اصلا بهتون بگم تو دن گوش بده بچه پارازیت انداز. اومدیم ببین دل پاکا چجوری خدا جوابشو میده، یه پارکینگ 2 ساعته فری تو دمن خدا به من داد. خب پارک کردیم و رفتیم به سمت ساحل. بله خیلی باحال بود، خدا شلوغ پر. من میخورم. خب میخوام بخورم ولی آدم حرف بزنم. اتفاقای پر، اتفاقای خوب و چقدر میدیدم که میخوردن و میکشیدن. من ندیده بودم تا حالا اینقدر زیاد مشروب میخوردن و ویدین. حالا وید که اوکیه، یعنی دارن مشروب اوکی نیست ولی نه از لحاظ قانونی ندیده بودم که اینطوری پابلیکلی بخورن. مگه ونکوور آزادش نکرد تو پارک ها؟ یه سری پارک ها ولی لب ساحل رو من ندیده بودم. ساحل دوم بودی شما؟ میدونم نه انگلیش به چیزو هم میدونم، کلی از پارک های نورث ون و وست ون هم چیز کردن، آزاد کردن. کلا جالب بود، ندیده بودم. بعد ما رفتیم به سمت آب، ایمان به سمت آب رو مخش. یا برای کسایی که دارن میشنن میخوایم توضیح بدین، فرضاً بچه‌ها دارن هندونه میخورن، هندونه من نمیخوام، من نمیخوام، داریم صحبت میکنیم بی احترامی، بی احترامی به هندونه. آره خب رفتیم لب آب، بعد آبو دیدیم مثلا دوست داری یکم باش بازی کنی، موج که میزنه ببینی تا چقدر میاد جلو. بعد من دیگه بعد آب دیگه بازی نمیکنم. من نیمه دوم و نبود، من دیگه نخواستم فالوت بکنم، از دست دادیم. آره دیگه بکشم پرده رو یکم اذیت میکنم. نه اوکی نمیتونی، نه ولش کن اون بالاست. اونا بود میگفتیم کرکره ها رو میکشن، باید با اونا بکشیم ولش کن کرکره کش میخوان. گیواب شد، گیواب کرد این. خب آره من وایساده بودیم داشتیم صحبت میکردیم، یهو موج زد و اومد همه جون من خیس شد. همه جون
آب همه کف شو همه زندگی تا کجات آب اومد واقعا تا اونجایی تا مچش همه جونش تا مچش آقا وقتی اصلا نبسته باشی روی این که خیس بشی و اینا بعد با این تیپ با شلوار لیو آره خیلی بده نبسته باشی خیس بشی بعد خیس بشی آره با کفش مردونه بعد آب چک و چک میکرد و اینا تا ما اومدیم برسیم خونه آب دریا دیگه آره آب دریا آره اقیانوس البته این درست میگم پامو که در آوردم پامو که از تو کفش در آوردم خیلی دیتیل عجیبی داره و خیلی آن نسسری دیتیل داره پامو مثل شفتم شده چجوری اینو چیز کنیم خب همه میخوام بدونن چی کنیم میلاد چون کلمه اولشو تو رو قرآن بوغ نذار میوت کن کلن بوغ هم نذار پام زش شده بود اصلا حالا مثلا یه جوری میگه انگار مثلا پاش پای سیندرلاه توی روزهای عادی حالا این دفعه که آب خورد چروک شد بین خودمون این مدت که دیدم پامند بهتره بوده آقا عکسشو بذار عکس پاتو بذار توی خودکست بذار اینستاگرام بچه ها ریت بده هممون باشه که میشه مقایسه کرد آقا من که شرکت مال من بدترینه ولی حالا پای شما هم همچین تعریفی نداره چند جا پا بودن رو بردن یه بین خودمون توی مدت توی چند سال که رفت اومد داشتیم خیلی توجه کرده خوب پایی داره ببینین چیار دیگر هم دقت کرده یعنی برای همه چرف داره اون چیزایی که توش خوب نیستیه در موردش بیا صحبت کن بگو ایمونم حالا وقتش بشه جاش باشه میگه یا بی بخوره خیز بشه به تو ولی پوام خیلی زش شده بود آب شور که باشه همین تاثیر حالا دیگه مهم نیست دیگه حالا انشالله که بهتر شدن الان خوب خدا روشه ارگش به حالت اولیش خوبه دیگه شما دانتان نرین اصلا آره دانتان آره تو دانتان میری داشت پرهزینه میشد دانتان خدا من حالا سر همین چیزی که میگی من یه روز رفتم برای فایرورکس مثلا یه ولاگ بگیرم و اینا بعد از قضا آقا ما رفتیم دانتان بعد مقدار آدمی که اونجا بود یه استرسی که اصلا ببین آدم زیاد بود اصلا نمیتونی تصور کنی چقدر انسان دور و بر ما بود شلوغ‌تر سال پیش بود من حالا سال پیشش یادم نمیاد ولی برای دیگه. میدونم نه خیلی رفتم ولی یادم نمیاد ذهنی مثلا چقدر آدم اونجا بود ولی برای این مثلا چند سالی که آدما انقدر آدم یک جا ندیده بودم اذیت شدم واقعا و استرس گرفته بودم بردم وحشتناک زیاد بود آدم و حالا از موقعی که بچه خواهرم به دنیا اومده یه پس ذهنت به اینجا فکر میکنی تمام کسایی که بچه دارن دانتان نمیتونن مثلا اون شبش اذیت میشن یعنی بچه خواهرم فاصلش نورتفند تا اونجا چقدره شب از صدای فایرورکس بیدار شد تو نورتفند بله بله. تو ببین کسایی که دانتانن چجوری هن زندگی میکنن منظرم خیلی ایونت آن نسسری بود این ایونت که بخواد همه رو انقدر از زندگیشون زده کنه سه شب آخه رو به آخر روز دیگه زیاد زدت نمی کنه ده شب دیگه داره میکوبه آدم ها چقدر پلوشن ایجاد میکنه آره همه اونا هست میان آشغال میریزن چقدر چه میدونم چقدر حیوان ها رو چیز میکنه به قول تو هم هرکی حیوان داشته باشه توی شاید تا نورتونش اذیت میشه دیگه هم بچه بیدار شد حیوان های طبیعی پرنده برنده ها میترسن حیوان صفت خیلی اذیت شد خیلی من سریع ما اصلا وای نستم تا خوشم اومدم خونه خب اگه وای میسادین که کلی طول میکشید نه اصلا نمیتونستم تو اون شعنی یعنی منتالی نمیتونستم اصلا تو میتونی تا آخرش وای نستی فوتبال میری باید وای نستی اونو بعد وای سا تو رو خدا زشته این همه راه اومدیم حالا میگید میخوام برم نیمه دوونه ایبینی اشما تختی رو میست ولی همون شب مثلا این کانادا هم برده توی مسابقات فایرورکس آتش بازی ولی حالا غیر از تاثیرات منفی که رو حیوانای اینا میذاره من اوکی ام با اینکه حالا انقدر تو ونکوور اتفاقات عجیب غریبی نمیفته حالا سه شب هم اینطوری باشه ایونت باحالیه کلا نمیدونم به همین
من یه چیز دیگه که خیلی چرا وسط شهر باشه؟ چرا نمیتونه مثلا حتما باید رو آب و وسط شهر باشه؟ نمیتونه مثلا فوکال پوینت شهر مرکز چیز دیگه میدونم، ولی مقدار آدمی که داره اون اطراف زندگی میکنه، میگم من تنها آره تنها دلیلی دیگه. که سال پیشش اصلا به چیزی فکر نکرده بودم، اما تنها دلیلی که امسال فکر کردم به خاطر این بود که خواهرم مثلا بچه شده و مثلا براش مهمه که بچه کی بخوابه. میگم یعنی یه مشکلیه که دارن، مثلا مجبور میکنم بچه مثلا مطمئن میشه تا فلان موقع خوابیده باشه. خیلی های مشکل دارن دیگه. حتی حالا آدم بزرگش فردا میخواد بره سر کار تا ده و نیم که میزنه، از ده شروع میشه تا ده و نیم، بعدم ملت دو تا شنبه بود، نه دیگه چهارشنبه هم هست دیگه، دو تا شنبه یه چهارشنبه. اون اطراف دو سه تا بیمارستان هم هست. آره دیگه سن پول در بیارم نه بیمارا. میگه به خاطر صدا و بیمارا رو داره میگه. نمیدونم یه ذره عجیبه کلن ونکووری که این همه کانسرواتیو نسبت به همه چی، مثلا پول وارد سیاست شده داشت ایمان، بیا تو خودمون. ولی من از یه مورد دیگه میترسیدم ایمان. بگو ترساتو برام بگو. آره مدت دیدی دیگه، بیا بریم روبروت کن. آره من خیلی از اون میترسیدم. بعد دیدی که سکیوریتی چه خفنی داشته. آره همینطوری که میرفتی کامیون چیده بودن. آره. تمام چیزها رو بسته بودن، تمام راههایی که منتهی میشد به این ساحله رو بسته بودن. آره. کامیونای شن یا سنگ توش هم. آره آره کامیونای گنده شهرداری ها مثلا بسته بودن همه چیو. میگم برای من این دفعه خیلی عجیب بود، هم به خاطر اینکه بعد از دو سال حالا کووید و در واقع توی جمعای بزرگ نبودن و فلان و اینا، این همه آدم یه جایی دیدم که چپیده بودن تو هم، اصلا ببین نمیتونستی نفس بکشی، و همین که به خاطر حالا سر و صدایی که در واقع تولید میکرد. این ترس رو من جدیدن دارم. یه چند هفته پیش هم رفتیم یه فستیوال دندخوری ریپ فست، اونجا من بازم یکم اینطوری بودم که نکنه داستان بشه. میگه از هرچی بترسی جذبش میکنی. آره اینو خیلی بهش اعتقاد دارم. صبح که بیدار میشه میگن انرژی بد ندید. فستیوال دنده خوری چطور؟ من خیلی دنده خوردین و دندتون رو میخوردن. خیلی سخت سطح شعورم پایینه، واقعا سطح شعورم خیلی پایینه. نه دنده خوردیم، من راضی بودم، من اون انتظاری که داشتم برآورده شد. واقعا فرق میکرد مثلا با چیزایی که تو رستوران ها سفارش میدی؟ آره حالا شاید اون حس و حالش هم باشه دیگه. نه میخوام بگم یعنی کوالیتی فرقش وقتی فستیواله مثلا باید بفهمی که آخه چندین نوع یا نه زیادم مثلا کوالیتی شاید بوشه. چون ذهنیت این بود که باحاله و اینا، شاید اون نتون تو فقط رفته بودی بخوری، اصلا برات مهم نبود که چه جوری بود. بعد مثلا هر سر هر جایی که میرفتیم بعد پول میدادین یه ورودی میدادین یا علی؟ نه ورودیش که فریه، میری میتونی دونیت بکنی. آها ولی غرفه‌های مختلف فکر کنم 7-8 تا 7-8 تا بود صف. خیر یک ساعت تو صف بعد وای میسادی 7-8 تا رستورانن میان دنده بگیری. خیلی صف بود، با آتیش درست میکنن یه تفاوتش نه، ولی تجربه جالبیه دیگه. اون همه آدم اونجا و موسیقی زنده و همه اومدن دنده بخورن و آره. همه دنده خورای شهر اونجا آره. دور هم جمع شد. چقدر نورمون تغییر کرد مثلا تو 10 دقیقه بیرون تاریک شد اصلا. غروبه شما چه خبر؟ خاطره ای؟ داستانی؟ حرفی؟ حدیثی؟ رفتیم عروسی گرفتیم. چه به سلامتی عروسی کردیم؟ نه دیگه ایشون عروسی گرفتن. بگیری برای یکی دیگه میگیری؟ جدی؟ برای خودش میگیره. نه دیگه ما عروسی کردیم. عروسی کردیم؟ عروسی گرفتیم. معنی ازدواج کردیم هم میده نه؟ آره. یه عروسی گرفتیم. جشن عروسی گرفتیم. شما به ما بگید. عروسی گرفتیم. خب توضیح بده. بعد جاتون خالی بود آقای ایمان و کارون. عروسی کردیم نمیگن. ما این وره میز هنوز درگیر ما عروسی کردیم. چرا ما عروسی خب مثلا نه ولی رفتیم عروسی کردیم نمیگن. رفتیم عروسی گرفتیم فرضا. آره درست گفت فرضا، درست گفت همه چیزام درست. بعد جاتون خالی بود توی ماه خرداد ما رفتیم ایران و جشن اونجا بر جا کردیم، بر پا کردیم. یعنی ساده ترینش بشه ما میگم سخته. نه فکر کنم خیلی غریب شده با میکروفون اصلا. نه من آشنا، من کاملا با میکروفون آشنا. چرا؟ خب بفهم. ولی من بعد 5 سال رفته بودم ایران و خب حال بود دیگه، خانواده رو دیدیم.
دوستان رو دیدیم. لذت بردید؟ آره جاشم خالی بود. صبحی که رسیدم تو اصفهان از فرودگاه اومدم. اصلا فرودگاهتون چیه؟ شهید بهشتی. فرودگاه شهید بهشتی. هیچ حسی نداشتم. یعنی انگار که دیروز ایران مثلا بودن قبل آدم هاییم که آره منم دقیقا هیچ حس. بعد خیلی برام عجیب بود که مثلا یه ذوقی مثلا خیلی عجیب چون از درون مردی احتمال آره. بعد مثلا خیلی عادی بود برام خیابونا اینا، انگار دیروز تو همه خیابونا بودم و یه کمی نگران کننده است. جدی؟ برای من اینطور من خیلی برام جالب بود ورودم. براتون گفتم ورودمو به ایران دفعه آخرین باری که رفتم مثلا 6-7 ماه پیش که بود، من با لوفتانزا رفته بودم. بعد ساعت 10 شب میشینه، 10 شب مثل این که حالا اون موقعی که من رفته بودم یه سری زائرم داشتن میومدن، یعنی نه تنها حالا زائرای ایرانی بودن بلکه مثلا یه سری در واقع توریست حالا فکر کنم مال عراق بودن، اونا هم همه اومده بودن اینا. بعد به اینطوری بود که من پامو از مثلا این یه تونله میای بیرون میرسی به تونل اصلی، اومدم مثلا تونه اصلی دیدم از اون بر مثلا بازی پلیستیشن هست مثلا سیل داره میاد از اون بعد در بری از جو. دیدم جمعیت دارم میام، من تا به خودم اومدم مثلا اونجا اومدم بایستم موبایلمو وصل کنم به اینترنت بگم که آره مثلا من رسیدم فلان و اینا، دیدم نه اینطوری نمیشه، افتادم وسط این جمعیت. آخو رفتیم و بماند که مثلا تو این جمعیت همه مثلا داشتن نق میزدن، گرم بود اونجا، بعد کووید تستات اون موقع مثلا نشون میدادی و یه صف خیلی خیلی کند پیش میرفت به خاطر پرسای مختلفی که داشت. بعد یه دونه تلویزیونم توی اون ترمینال بود، فکر کن توی فرودگاه بینون مللی در تهران یه دونه تلویزیون بود که شبکه 1 پخش میکرد و شبکه 1 داشت تبلیغ پخش میکرد بلند، بعد توی این راه روه میپیچید صدای تیز شبکه 1 اصلا ببین افتضاح، داشتم دیوونه میشدم. مگه تونل داره فرودگاه ما وقتی واردش میشی؟ ببین اینطوری که تونل داره. یه فکر کن هواپیمات که اینجا وایستاده اون خورتومیه که میای میرسی به یه تونل، هم مثلا 3-4 تا خورتومیه که جای مختلف میرسن به این تونل اصلیه، سمت راستش یه دونه از این چیزا آره داره که دقیقاً کجاست اسکلیتور بهش نمیگن ولی اکسلریتور بهش میگن که روش یه تسمس وای میسی خوش تون میره که اون همیشه خرابه. خب همه توی این راهروه دارن پیاده میرن، میری میای راست میری راست بعد تمام با جا باریکلا دم اون پاسپورت چکه این تلویزیون شبکه 1 ببین بعد نمیتونی تصور کنی این چقدر بلند بود، یعنی واقعا بلند داشت پخش میشدی. بعد حالا بماند که من این پاسپورت چک رد کردم اینا، بعد پلاس که میاد پایین که میری چمدوناتو تحویل بگیری، من از این پله‌ای داشتم میومدم پایین، دو نفر شروع کردن مثل چی همدیگه رو زدن. نه ببین دعوا شده بود نه پایین، یعنی من داشتم میرفتم به سمت این شما یا سمت تماشاگر، نه سمت ما، سمت ما یه آقایی با یه آقای روحانی دعوا شده بود داشت همدیگه رو میزدن، یعنی تنها جایی که نباید دعوا کنی فیزیکی، تهدیدم داشتن میکردن همدیگه اصلا. بعد اینطوری بود که خب ویلکام تو ایران برام. بعد این که تمام شد مثلا یه ذره اینا رو همه رو بردن و مثلا دیگه چند نفر اومدن و این آقا رو آروم کردن و اون آقا رو آروم کردن و اینا، چمدونا شروع کرد اومدن، من تو وایسادم مثلا دیدم دونه دونه آدم ها دارن میرن و دیدم که چمدونای من نیومد، برفتم صحبت کنم گفتن چمدوناتو نیومده گم شده برید خونه. آقا من با یه دونه کریان همینو ما رو فرستادن خونه. آره دو روز بعدش اومد و اصلا داستانایی شده بود دیگه، اصلا خیلی عجیب بود ورود من به ایران، واقعا عجیب بود، کیاتیک بوده آره ولی جذاب بود در من، یعنی من که رسیدم اینطوری بود که تمام المنت های مختلف ایران داشت مثلا یا دونه دونه به زندگیت وارد میشد و خیلی جذاب بود، من خیلی دوست داشتم، خیلی با خوش گذشت. منم بعد تهران میرفتم ورود ما ببین نه واقعا برام جذاب بود، یعنی گفتم مثلا بابا ای من ورودمون چقدر دراماتیک شد، واقعا راضی نبودی روحانی کتک بخوره ولی همون یکی بیاد یه دستی هم بهت بکشه کارو در می آورد دیگه، خیلی خوشگل خوش اومدی. نه فرودگاه اصفهان خیلی خیلی آرومه چون در ساعت یا حالا در لحظه یه هواپیما میاد و میره، خیلی همچین خودتی. یه سوال بپرسم، فرودگاه بین‌المللی و لوکارتون یکیه یا دامستیک یکیه یا جداست؟ دوتا بیلدینگ جدا داره ولی یک جاست. اوکی اوکی. تو شیراز یکیه،
آره تنها یکی بین المللی نیستن ولی دو تا پرواز خارجی نداره. اصفهان خیلی داره. منظورم بله اما اصفهان مثلا چنم تهران. آره خب چه میدونم نه مونده بودن اسم فرودگاه رو باید بگم یا شهر رو شهر رو انتخاب کردم. تو ذهنم یه دوراهی بود ولی مثلا میدونم فرودگاه مثلا مشهد یه فرودگاه خیلی مهمه تو ایران به خاطر اینکه تمام پروازهایی که از شرق آسیا میان همه اونجا میشینن. آره چون نزدیکی تر. آره خلاصه چی میخواستم بگم اینجوری بود داست ورود من به ایران. آره جذاب بود جذاب بود. ایران کار خاصی که این غذایی مثلا چیزی بود که بگی دلم واقعا تنگ شده بود یا تو آخرش رو سومون بود گفتی اصلا برای مهم نبود اومدی خوش گذشت. نه فرضا که غرب زده شده دیگه کلا غرب زده ایمیدیتی که مثلا هاشو اینجا تو کافی خوب نیست. چقدر کافی خور شدن کافی یکی از نکته هایی که خیلی تو چش بود این بود که همه قهوه میزدن قبلا اصلا اینجوری نبود و خیلی کافی شاپ باز شد و تو همه سوپرمارکت ها یه دستگاه اسپرسو بود میزدن همه خیلی جالب بود. و شات هم میزنن یعنی حالا اینا که ما میدیدیم حالا جامعه آماره بحث آرایشگر و سلمونی اینا بود من بل. جایی که رفتم واسه آماده بشم واسه بله بله روز عروسی بله چرا عکسشو فرستادین برامون فیلمشو بعد من اصلا انتظار نداشتم که همچین تجربه ای داشته باشم اون روز یعنی تو اون پروسه آماده شدن و موامو آماده کنن و اینا. این آقایی که در واقع آرایشگر اسمش آرش پیرایشگر بوده دیگه ایشون اصلا آدم دیپ نمیدونم حرف مثلا صد هبال مثلا 9 صبح من رفتم داریم حرفای مثلا چقدر پیشتاوری داری؟ نه من اصلا هیچ فکر نداشتم در فکر میکردم مثلا میرم انتظار سلیم. نداشتم میدونم انتظار داشتم مثلا حس کردم استرس و فلان شد مثلا حرف سطح پایین بشنوی آقا بذار جملهش تموم شه بذار منعقد بشه نه داره چیز دیگه ولی... میگه داشتم فهم کردم که برم اونجا استرس داشته باشم آره نتونم حرف بزنم روز چیز روز باشه عروسی. اصلا میگم انتظار نداشتم که روز عروسیم بشینم مثلا با یکی این دو س... نه سه ساعت سه چهار ساعت مثلا حرفای دیپ بزنیم صبحش میدونی همچین چیزی فکر نمیکردم ولی دم آره یا آدم خیلی باحالیه که پادکست خیلی گوش میده اولا پادکست بهش معرفی کردم پادکست معرفی کردم بعد جالبیش این بود که میگفت من مثلا یه هفته اصفهان کار میکنم یه هفته دیگه هم یه سالن تو تهران داره دو تا شهر رو کاور میکنه بعد میگفت خیلی برام سخت این کار به خاطر اینکه برم و بیام و اینا ولی میگفت انقدر معتاد شدم به پادکست گوش دادن و این رسم پادکست شنیدن که تو ماشین این کار رو انجام میدم بین دو شهر میگفت فقط برای الان پادکست میرم و میام نسخه آره خیلی خیلی بچه با عالی بود و کلن یکی از خاطرات خوب اون روزم اونه. اون ویدیوشو نمیخوای بگی؟ چرا؟ فیلمتون تو اینستاگرام در اومد فیلم قبل و بعد ما رنگ بزن تو ایران کلن یه این قبل و بعدت خیلی با هم فرق نمی کرد یعنی بزر خودت هم خوب آره یعنی ما تو خوب درست کرد قبلش هم خیلی ریشو اینا داشتم آره ولی مثلا اون توی نبود که بگم مثلا از هوملس به دوماد نشدیم یعنی مثلا اون 70% راه رفته بودی تا دوماد بشی ولی فرزاد بی خیال خودش شده بود چند روز قبل خوش وا داده بود خرش از پر گذشته بود آه نه اصلا خرک که دیگه هیچ چیزی خیلی چیز از پر گذشته بود ولی اصلا ول کرده بود خودشو چرا؟ چیشو ول کرده بود همه با ما گفته بودن آقا مثلا دست نذاری به موهات و ریشات و اینا تا اون روز که مثلا بشه یه کاریش کرد بشه کار در رو بود فرزاد واقعا هیچ کاری نکرده بود ولی آره جالب بود. من حالا اینم بگم فکر کنم بچه دیگه تمام شده خاطراتتون من خاطره سمینیه بگم این مثلا برمیگرده به 2017 فکر کنم من رفته بودم ایران بعد دایم خب خیلی آدم میشناسن توی ایران و اینا بعد به من گفتن که آره من سمینی میشناسم خیلی خفن و بیا ببرم تو صبح ساعت مثلا 10 صبح به من وقت داد توی چیز توی جردن توی پاساژی بود من میرفتید توی پاساژی هم یه جای عجیب هم میرفتی تا میرسیدی به این سلمونیه خیلی مثلا این توی نه وسط پاساژ باشه خیلی بازم گفتی کی بردت این دایش بعد آقا ما رفتیم و نشستیم و فقط میخواستم ریشم رو مرتب کنم ریش خیلی بلند داشتم اون موقع
اینطوری شد که من توی فرودگاه شیراز به خاطر ریش مثلا به من گیر دادن و اینا، من رفتم ریشمو کوتاه کنم. بعد یه پسر خیلی جوان بود و شروع کرد مثلا ریش منو تمیز کردن و اینا، و هی وسطش میرفت فیفا بازی میکرد. یعنی داشتن یعنی یه دونه پلی‌استیشن اونجا بود و یه دونه چیز ساب در واقع ساب مغازه بود اونجا، و این آقایی که اونجا کار میکرد و ایشون هی مثلا وسط ریش زدن من مثلا میرفت یه نیمه فیفا بازی میکرد میومد، و بینش هم با طرف کلکل میکرد. یعنی موقعی که داشت ریشم رو تمیز میکرد با طرف کلکل میکرد. آخه یه نیمه فوتبال. و اوایلش من خیلی ترسیدم، گفتم تموم شد دیگه، یعنی الان مثلا ریش منو کلا از بین میبر، ریشه خشکش میکنه ریشه رو. یکی از بهترین آره بیر تریمای بود که تا حال تو زندگیم گرفتم. یورو خیلی خفن کار کرد. این دفعه هم که رفتم دنبالش گفتن رفت، یعنی اصلا دیگه اینطوری نیست که این هر کسی رو ببینه. گیمر شده. نه دیگه هر کسی رو نمیبینه. آره استریمر شدم. اینطوری که فقط کلاینت های خودش رو داره و فقط هم رو همونا کار میکنه دیگه، هم نیست. فکر میکنم منم رفتم اینجا رو. خیلی عجیب بود. یکی از دوستای میچون نزدیکای شاندیز. بله بله. کی تو رو برد؟ پول زیادی هم دادم. کی تو رو برد؟ شمال رفتیم. آها یه شمالی بود رفتی. آها آها سه به. آره خب بگو دیگه. بزه بزه. ولی خیلی جالب بود، خیلی اکسپرینس عجیبی بود، و طرف وسطش فیفایی که بازی میکرد و کوری که میخون خیلی برام جذاب بود، و ولی کارشو خوب در آورد آخر. اون پلی استیشن توی اتاق دیگه بود؟ نه همون وسط سالن بود. همون وسط سالن بود. آره خلاصه توی ایران اتفاقات عجیب خیلی میفته. یعنی مثلا ببین عجیبیش برای ما عجیبه، یعنی مثلا من با بقیه صحبت میکردم زیاد عجیب نبود. مثلا یه دفعه من اوبر گرفته بودم، بعد این اوبر من خیلی لای میکشید توی خیابون، فکر کنم ولیعصر اسنپ گرفتم، داشتیم مثلا خیابون ولیعصر میرفتیم بالا، بعد این عجیب داشت لای میکشید و اینا، یهو اومد توی یکی از این لایه‌ها با یه اتوبوس هم کلکل شده بود، همین بیچی جلوش اومد بیچی جلوش، اتوبوس هم زارب گذاشت تو در ماشین همون جایی که من نشسته بودم، یعنی عقب همون جایی که من نشستم. خب من پشمام ریخ، ولی برای عرفان تعریف کردم زیاد براش چیز نبود. اتفاق میفته، زیاد از زیاد نکن خودتو. میتونست منجر بشه به اتفاقات، میتونست من خیلی ترسه. بعد خود طرفم زیاد اذیت نبود، یعنی اینطوری بود که ای بابا مثلا زد به ما آخر اتوبوس اوزگل، مثلا اینطوری که رانندگی هم بلد نیست آخر زد به ما، و اینطوری بود که خب پیادشو برو دیگه. یعنی اینطوری معذرت خواهی و اینام زیاد رسیدیم. آره یکی اون بود اسنپ، یکی اون داشتم که 4 لیتر گذاشت وسط، گفت نه نوکرتم مرسی. عجب. آره آقا یه ساعت صحبت کردیم، یک ساعت شد نشد. آره. 4 دقیقه دیگه داریم. من یه چیزی بگم، چیزی داری بگو آقا، همتون زل زدیم من فقط من دارم صحبت. تو هنوز نگفتی. آره به اونجا نرسید. این پای من که خیس شد خب. ما اومدیم برگردیم سمت ماشین، بعد یه دونه مرغ کنتاکی جدیدن باز شده، جدید واسه منی که ندیده بودم و اینا، باز شده خیلی دیده بودم این تو اینستاگرام و اینا، مردم تعریفشو کرده بودن. چی اسمش؟ ببین همون دم انگلیش بی تو دنمنه، نمیدونم یه چیز اینترنشناله، یه چیز اینترنشنال. اونراش عرب بودن اینطوری که من متوجه شدم باشون صحبت کردیم. بعد یه دونه ساین اونجا، یه دونه تابلو زده بودن گوشه مغازه، نوشته بود که جمعه ها روز خوبه، Fridays are good، یه همچیزی. خط پایین نوشته بود که food is free for needy people on Fridays. نه خب مشکل این بود این needy درست نیست دیگه. نه. People in need با بنزی. آره. needy اصلا کانوتیشن آره بده. بعد اینقدر اینقدر uncomfortable بود اینو دیدیم و اینا. ولی خب هدفشون آره هدفشون بوده. بود ولی خب معنی بعدی میتونه داشته باشه. حالا نمیتونی به مثلا هوملس یا آدم بی خانمان بگی نیدی. آره نه نیدی معنای چیز داره دیگه، بندال مثلا، یا کسی که آویزونت میشه. آره آره مثلا نیدی میشه کسی که خیلی آویزونه. اینو گوشزد کردی؟ آره به اونره گفت، چون اونره اونجا بود مثلا خیلی آدم باحالی بود اینا. کجایی بودن گفتی؟ عرب بودن. اوکی. نمیدونم حالا عرب کجا، ولی
بعد گفت خب نه میدونم مهم همون چیزه و اینا، حالا اینقدر تو دیتیلش نرو اینا، ولی جالب بود. من حسام که باید من حسام این بود که باید بهش بگم مثلا، چون نیدی اونجا همه چیز دیگه، خیلی توریست میاد و میره. کجا؟ همون دنمن و انگلیش بی. حالا این تجربه برای تو توی کانادا اتفاق افتاده، خیلی من تو ایران میدیدم که مثلا انگلیسی که نشد اشتباه بود و موقعی که میگفتیم هم دقیقا همین بود. حالا زیاد مهم نیستی، حالا من این نوشتم همین که یه چیزی هست برسونه کافیه. آره بعد مثلا این کس که خیلی هاش همین هم نمی کنن، حالا بهش من فقط میخوام کمک کنم نوکرتم به خدا. ولی مثلا جاهای جدی دیدم، یعنی مثلا تو کاتالوگ ایران ار خیلی اشتباه سپلینگ و چه میدونم نگارشی و اینا بود عجیب. همه جا این اشتباه هست، کسی هستن که چشون میگن تایپ رایتر بهشون میگن، کسی هستن که مینویسن و توی ایران ما همین تجربه رو داشتیم، رفتیم پیشمون عکاس جشنمون و اینا، بعد انتخاب میکردیم عکس آلبوم رو طراحی کنن مثلا، بعد یه طرحینه که حالا مثلا عکسایی که میذارن کنار هم یه متنی هم باشه تو بعضی از صفحات، یا دیدیم یه سری مثال تو همه صفحه بود. بعد من متن رو نگاه کردم، چرت و پرت عجیب انگلیسی، بعد ما گفتیم مثلا ما اصلا متن نمیخوایم، بعد بهشون برخوریم یعنی چی متن نمیخوایم، بعد ما کردیم روی متن گفتیم نه ما متن روش نداریم باشه، نه اینا مثلا خیلی عاشقانه است، گفت آخه تو آلبوم عکس مثلا برای چی ما متن آی لوف یو اینا بذاریم، مثلا معنی نمیده اینا، اصلا نمیخواستم بگیرن دیگه برای متن، نه خب جا پر میکنه دیگه مثلا. به هر حال این یه چیزی بود که تجربه میکردیم ما تو ایران تو این پروژه عروسی، که یه سری چیزایی که میخواستیم بگیم دوست نداریم بهشون بر میخورد، میگفتن مگه میشه مثلا نداشته باشه. اینم راه اومدیم بعد من میگفتم آقا کل عروسی کلا چیز مسخره ایه، مستحبه مثلا شما به من میگی مثلا متن بعد بذارم اینجا دیگه، نه 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 من درد داشته سر عکاس، من سر همه خالی کردم سرم. درسته، بعد با یه اپیزود کلا در مورد عروسی دارم و تجربیات هم اوورریتد بود هم عروسی مشاوره، نه عروسی حالا عروسی خوش گذشت، خوش گذشت بعدش هم خیلی خوش گذشت اینا، ولی به نظرم خیلی سختش میکنن دوستان. آره بله. خیلی خوب، مرسی که تا اینجای برنامه با ما بودین، دمتون گرم. ما کی میخوایم برگردیم میدونیم؟ حالا فعلا بریم، هفته بعد اینو دیگه داریم میتونیم داشته باشیم، تا آخر آگست میتونیم داشته باشیم اگه که وقت اجازه بده به همه، یعنی همش اسپشیال باشه. آره دیگه، خب چیکار کنیم، فقط خاص شاید هم عدد گذاشتیم. میایم میخندیم میریم. آقا دم همگی هم، توی اینستاگرام فکر کنم بهتر باشه که در مورد این صحبت بکنیم، اگر که آپدیتی بود اونجا ما در اختیارتون میذاریم. ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته، میتونید همه اونجا ما رو فالو بکنید، و اگر که میخواین با ارتباط مستقیم داشته باشید اونجا میرین همونجا فالو کنید مسیج. چی میگفتم تو خدا فالو کنید سابسکرایب. آقا دمتون گرم، مرسی که اینجا با ما بودین، فعلا خدافظ. خدافظ. خدافظ.